به نام خدا، وقتتان بخیر. اگر سرعت کامپیوترتان پایین است نگران نباشید، شما می توانید از حافظه فلش به حیث حافظه رم استفاده کنید. بنابراین تا آخر ویدیو بیننده باشید، کانال امروز مدیا را سابسکرایب کنید تا در آینده هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید. توجه، حافظه ریزرو شده در فلش برای ذخیره سازی اطلاعات قابل استفاده نمی باشد و در صورتی که فلش با فرمت FAT32 باشد حد اکثر 4 گیگابایت و در صورتی که فلش با فرمت NTFS باشد حد اکثر 32 گیگابایت را می تواند به صورت حافظه رم استفاده کند. فلش خود را به کامپیوتر متصل سازید. به نام خدا میریم کار خود را به صورت عملی انجام میتیم. فلش ما کس به کامپیوتر نصب است. ویندو همراه ایره فشار میتیم تا که ما کامپیوتر باش شود. و فلش ما کس به نام امروز میدیا است. درایو ایج است. بالایش راست کلیک میکنیم. بالای گزینه پروپرتیز میریم. بالای گزینه پروپرتیز گرفتیم. بعد از این به قسمت ریدی بوتس میریم. در اینجا که برای ما سه گزینه ظاهر میشه. گزینه اول Do not use this device به معنای از این است که حافظه فلش به حیث حافظه رم استفاده نمیشه. و گزینه دوم که Dedicate this device to ready boots به مفهوم از این است یا به معنای از این است که تمام حافظه فلش به حیث حافظه رم استفاده میشه. و گزینه سوم کاست یوز دیس دیوایس به معنای از این است که ما به قسم دلخواه میتونیم چی مقدار از حافظه فلش را به حیث حافظه رم استفاده کنیم. از این قسمت ما میتونیم کم و زیاد کنیم و ولی ما در اینجا میخوایم تمام حافظه فلش را به حیث حافظه رم استفاده کنیم. بعد از اون میرم بالای اپلای اوکی کلیک میکنیم. کار ما به همین سادگی انجام شد و فلش ما فعلا به حیث حافظه رم کامپیوتر ما کار میته و سرعت کامپیوتر ما هم خوب شده. و همچنان در اخیر باز هم تشکر از توجهتان. کامنت و لایک از یادتان نره. تشکر از توجهتان.